پیشنهاد ممنوعیت پوشیه در اماکن عمومی به دولت سوئیس رسید. کابینه دولت سوئیس ضمن اعلام اینکه نمیتواند بر اساس قوانین سیستم فدرالی قانونی در این باره تصویب کند، گفت که قرار است به زودی رفراندومی در این باره برگزار شود. کابینه سوئیس اعلام کرد که در سیستم قانونی فدرال رأی مردم در سراسر کشور تعیین کننده تصمیم در این باره خواهد بود. این در حالی است که مسلمانان جمعیت اقلیت در این کشور را تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است طبق پیشنهادی که قبلا داده شد، از دولت خواسته شده بود که قانونی برای ممنوع سازی پوشیه و حجاب چهره به تصویب برساند و همچنین کسانی که همسران آنها پوشیه بزنند به 3 سال زندان محکوم شوند. رفراندوم منع پوشیه در حالی در سوئیس به اجرا گذاشته می شود که در سال 2017 میلادی برخی اسلام ستیزان با جمع‌آوری 100,000 امضا از گوشه و کنار خواستار ممنوع سازی پوشیه شده بودند و این پیشنهاد در ادامه به کابینه دولت سوئیس کشیده شد. این گروه اسلام ستیز که نام بله به ممنوعیت ماسک را برای خود انتخاب کرده بودند، شامل برخی رهبران اسلام هراس در اروپا می شدند که در سال 2009 نیز خواستار ممنوعیت ساختن مناره‌های مساجد جدید شده بودند. گفتنی است 2/3 جمعیت 8.5 میلیون نفری سوئیس را ساکنان مسیحی تشکیل می‌دهند. جمعیت مسلمانان در این کشور نیز به 5% رسیده که اکثریت آنها را مهاجران مسلمان بالکان تشکیل می‌دهند.